در 73 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، بزرگترین نمایشگاه کتاب جهان، از روز سه‌شنبه آغاز به کار کرد و مطابق معمول کشورهای مختلفی از جمله ایران در آن حضور دارند. اما نمایشگاه امسال علاوه بر آن که به دلیل همه‌گیری کرونا به دو صورت مجازی و حضوری برگزار می‌شود، یک تفاوت دیگر هم دارد که برای ایرانی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آن حضور انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در آن است. گزارشی از یگانه یراسپار. انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در بیانیه‌ای از اختصاص یک غرفه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت خبر داده و گفته است هدف از این اقدام گرامی داشت یاد جانباختگان و در این حال افزایش اطلاع رسانی و درگیر کردن رسانه‌ها در سطح بین‌المللی نسبت به این فاجعه است. پرواز شماره 752 خطوط هواپیمایی اوکراین 18 دی ماه 1398 شمسی هدف پدافند موشکی سپاه پاسداران در نزدیکی تهران قرار گرفت و سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن جان باختند. حامد اسماعیلیون که همسر و فرزندش را در این فاجعه از دست داده است، به صدای آمریکا از انتشار و عرضه کتابی در همین ارتباط خبر داد. امسال در نمایشگاه کتاب فرانکفورت کانادا به عنوان مهمان افتخاری حضور داره. ما فکر کنیم که زمان مناسبی است که در این نمایشگاه حضور پیدا بکنیم. 5 نفر از اعضای خانواده به نمایندگی از انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 در نمایشگاه فرانکفورت حضور پیدا کردند. کتابی تصویرسازی شده از نوشته های خانواده جانباختگان، در واقع بازماندگان این جنایت جمهوری اسلامی و بخش های از زندگی نامه مسافران این هواپیما که این کتاب هم در واقع همزمان با نمایشگاه فرانکفورت آماده شده و در اختیار مخاطبان قرار داره. وی واکنش ها به حضور این انجمن در نمایشگاه را خوب توصیف کرد و آن را فرصتی مناسب برای اطلاع رسانی به کسانی که اطلاعی از این فاجعه نداشتند دانست. به نظر من بازخورد های خیلی خوبی دیده شد در نمایشگاه. رسانه های فارسی زبان و غیر فارسی زبان در مورد این فاجعه دوباره صحبت کردند و بسیاری از مردم حضور پیدا کردن، کسانی که حتی در آلمان چیزی از این فاجعه نشنیده بودند. ما سعی کردیم توضیح بدیم در مورد PS752، در مورد سایر جنایات جمهوری اسلامی و در واقع یک نوعی آگاهی رسانی بود به مخاطبانی که مسائل ایران رو شاید خیلی جدی دنبال نمی‌کنند. دادستان کل اوکراین روز جمعه در دیدار با حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز 752، گفت ایران هنوز به وعده‌های خود برای همکاری در رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری عمل نکرده است. به گفته رینا وندیکتووا، دو کشور در یک سال گذشته در مسیرهای جداگانه‌ای حرکت کرده‌اند و اوکراین به شواهد و جزئیات تحقیقات انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران دسترسی ندارد. یگانه یراسپاران، صدای آمریکا، واشنگتن.